زیدا هستم، 33 سالمه الان، ویژیتریانم، سالتن شمالیم، کارم کلن موسیقیه، موزیسینم یعنی در حقیقت الان میتونم بیشتر خودم بگم که معلم موسیقی بودم توی این سالها. اگه برگی به عقب، زمان کودکیتون، بدونی که فکر کنید اولین خاطره ای که یادتون یه چه خاطره ای؟ دقیقا خونه مادر بزرگم تو شمال، تراسشون، چیزهایی که برام میخوندن، شعرهایی که برام میخوندن. یادتون چه شعری؟ بله، یه شعر بود که میگفت چشمان سیاه قربانت شوم، خانت به کجاست مهمانت شوم. اینو بالا با حالت آهنگین خودشون میخوندن که یه ترانه هم شبیه به این منصور داره که میخونه. سیدا تو کودکی چه خصلتی داشت که به اون معروف بودش؟ شیطون. کلا با پسرام داشتم تو کوچه و خیابون بازی میکردم و منتظر بودم که مامانم و بابام بخوابن. موقع خب کوچیکی من تک فرزند بودم، بعدش یه ذره بزرگتر که شدم برادرم به دنیا اومدن. بچگیام کلا تنها بودم تو خونه و منتظر بودم که عصر بشه مامانم و بابام بخوابن، فرار کنم از خونه، برم تو کوچه بازی کنم، دو چرخه بازی و با توپ بازی کنم. و خیلی کوچولو که بودیم خاله بازی، ولی خاله بازی هم نه با دخترها، با پسرها. یعنی این مدلی بود که من یه همسایه داشتیم که بند خدا سندروم دام بود، اون پسره، همه هم ازش میترسیدن ولی من خیلی باش دوست بودم و خیلی با من خوب بود، اصلا اذیت نمیکرد. یعنی مثلا اگه سر بقیه داد میزد یا یه رفتاری میکرد که اونا بترسن، با من خیلی خوب بود. پس با بازی همونو میبردیم و بیرون خاک بازی و چمیدونم آبلمه کوچولو و اینجور ظرف ها میبردیم، با منم بازی میکرد. بچه که بودی دوستی چی کاره بشی؟ فکر کنم همه تا یه تایمی اگه یه معلم خوب داشتن دلشون میخواست معلم بشن، کوچولو تر که بودم. ولی از یه سنی به بعد نمیدونم دلیلشم، خودم یه ذره فکر میکنم دلیلش این بود که من یه دندونپزشک یه خانم خیلی جذاب خیلی باحالی بودن، دندونپزشکی که میرفتم پیششون، خیلی دلم میخواست که مثلا یه شغلی مثل اون باشم، یعنی یکی باشم مثل اون. تا یه سنی هم همش فکر میکردم که من قرار دندونپزشک بشم، چون مثلا رشته دبیرستانم هم تجربی بودش. ولی از یه تایمی دیگه مسیرم عوض شد، نخواستم. از کجا فهمیدی صدات قشنگه و شروع کردی به خوندن؟ اصلا فکر نمی‌کردم که صدام قشنگه. از کجا شروع شد؟ من همون موقعی که می‌رفتم کلاس برای قبل کنکورم، کلاس سولفج می‌گذروندم و با یه استادی بودن آقای احمدی فر، امیدوارم که هر جا هستن در سلامت باشن. ایشون هم دورای تاریخ موسیقی پیششون می‌گذروندم، هم سولفج. بعد خب سولفج که داری مثلا نوت می‌خونی، ریتم می‌خونی و اینا، یه بار به من گفتش که صدا خوبه، دوست داری اصلا بخونی؟ گفتم نه صدام خوب نیست، فکر نمی‌کنم چیزی که میگی. گفت بیا بخون. منم خیلی از این داستان خجالت می‌کشیدم، هرچند تو بچگی خیلی شیطون بودم و اصلا مثلا فیلم‌های بچگی خانوادگیمون هست، من خیلی پر رو می‌بینم، جلو دور می‌دارم، تون تون حرف می‌زنم. هرچی سنم رفت بالاتر خجالتی‌تر و اصلا آروم‌تر و مدلم تغییر کردش خیلی. یعنی اصلا اون مدل نبودم بخوام یهو برم اونجا بخونم. تو آموزشگاه هم بودیم، گفت باید بخونی. گفتم نه من نمیخونم. گفت بیا بریم یه کلاس ته مثلا آموزشگاه که دیگه صدا به هیچکی نرسه، گفت بیا بریم اونجا که بخونی. گفتم نه و اینا، حالا با اصرار گفت چیزی بخون. بعد یه حالا اون موقع خوندم و کم کم یه ذره سعی کردم که این داستانه بشه که بعد از اون حالا کلاس و حالا هر چیزی. چی خوندید؟ برای ما هم بخونید. قشنگ یادمه دو پنجره گوگوش بود. بخونید. بخونم الان؟ بخونید. توی یک دیوار سنگی دو تا پنجره اسیرن، دو تا خسته دو تا تنها، یکیشون تو یکیشون من. حالی بود. یک دیوار سنگی دو تا پنجره اسیرن، دو تا خسته دو تا تنها، یکیشون
سرد و سخت خارا زد قفل بی صدایی به لبای خستگه. 18 سال 19 سالم بود که دیگه مثلا حرفه‌ای میرفتم کلاس آواز، اونم آواز کلاسیک. اولی معلمم هم خانم رزماری بود، خیلی هم دوستش دارم، ارمنی بودن. تصمیم گرفتم که خب برم تو گروه کور مثلا بخونم. اولین بارم رفتم و یه جایی بود که دوستام هم دانشگاهیام تست دادیم، گفتن که خب بیاین بخونین. دیگه رفتم و مثلا اونجا شروع شد. یکی دو سال تو یه کوری بودم، بعد رفتم مثلا تو یه گروه دیگه ای، همینجوری هی پیش میرفت. و مثلا از تو اونها پیشنهاد میشد برای مثلا همراهی با یک مثلا گروهی، با یک مثلا بند دیگه ای، یه ارکستری، چه می‌دونم یه گروه تئاتری که میرفتیم اجرا. خواننده معروف؟ تقریبا نمیشه گفت مثلا معروف. توش مثلا تو تئاترای ما بازیگرای معروف هم چرا بودن، مثلا برزو ارجمند و خیلی از بازیگرای این مدلی. ولی خودم توی کور مثلا بیشترین چیزی که دوست داشتم این بود که اون حس کار جمعی و کار گروهی، اون خیلی چیز باحالی بود. هرچند که کسی که تو کور میخونه خیلی برای کار سولو، یعنی تک خانی، براش خوب نیست، در نظر من البته. بخاطر اینکه توی کور صدای شما سرکوب میشه، هیچوقت نباید صدات بزنه بیرون، باید یک صدا شنیده بشه از شما، از گروه یعنی. بنابراین خیلی نمیتونی روی ایمان رو بدی که بگی مثلا من میخوام صدای خودم رو نشون بدم، یا مثلا صدای من بیاد بالا، اینو نداری مثلا. بزرگترین آرزو تو کودکی چی بود؟ خودم تو ذهنم ازش این که دلم میخواست موفق باشم و موفقیتم دیده بشه، اینو خیلی دوست داشتم. یعنی دلم نمیخواست که مثلا کم بمونه. این یه چیزی بود که همش تو فکرم بود. خودم سالهای بعدش بهش فکر میکردم که چرا اصلا من بچه بودم به این چیز فکر میکردم. ولی این خیلی برام زیاد بولد بود انگاری که دلم میخواست که دیده شه. چون مثلا بچه هم بودم، مثلا میرفتیم تو تئاترای مدرسه و گروه سرود مدرسه، دلم میخواست که دیده شدن رو توی اون ماجرا. دلیل مهاجرت چی بود؟ به خاطر هنرت بود؟ به خاطر صدات بود که میخواست دیده بشی یا نه؟ یکی از علتاش این بود. علت کلیش که خب یه چیز اجتماعیه که الان هممون هم میدونیم که مشکلات کشورمون چیا هست، ولی دلیل دیگرش در کنارش آره واقعا صدام بود، کار هنری بود که خب خیلی کارها رو نمیشد که بکنی. مثلا تازه ما بزرگترین کاری که ممکن بود توی ایران بکنیم و مثلا میکردیم بود که من بخوام بخونم، یه کس دیگه هم کنار من باشه و یه آقای هم حتما کنار ما باشه که مثلا یه وقت هم پوشانی کنه. آره یه وقت اتفاق بدی نیفته. آره اگه بگن یک روز یک بار میتونی با یه چهره بری مهمانی و با هم یه وقت بگذارید و یه شامی هم با هم دیگه بخورید، اون شخصیت کیه و چرا؟ سلین دیون. البته خدا کنه که الان در سلامت باشن، میدونید که بیمار شدن. خیلی صداشون رو دوست دارم، یعنی یه جورای اصلا عجوبه از کودکی من بوده برام. خیلی اصلا یه چیزی که من دلم میخواست که مدل آوازیم حالت آواز کلاسیک باشه، اون وایبریشن هایی که میده، اون نگه داشتن نوتا تو کشش های خیلی زیاد، اینا خیلی برام جذاب بود. حتی سنم خیلی کم بود، اینا رو خیلی دوست داشتم. و کلن شخصیت هنری محبوب منه، یعنی اصلا اینجور نیست که بگم اصلا فلان حرکت زشت رو دیدم ازش، یا مثلا این خیلی همه یه پکیج خوبه برام انگار. اگه یه قدرت ماورایی داشتی باش چی کار میکردی و اون قدرت چی بود؟ برگردم به قبل که چه اتفاقی بیفته. خیلی دلم میخواد گذشته رو ببینم، نه اینکه دلم بخواد که مثلا حسرت گذشته رو بخورم و اینا، نه ها. آها گذشته خودت یا نه گذشته؟ نه گذشته قدیم تر. مثلا چه سالی؟ مثلا زمان اینکه موقع اوج خیلی خفن و خوب بودن موسیقی ایران بود، موسیقی پاپ ایران خیلی خوب بودش، اینکه مثلا خواننده های خیلی بزرگی میتونستن بیان تو ایران اجرا بذارن، مثلا توی سالن های خیلی خوب توی ایران میشد باله اپرا میشد همه این چیزا پخش بشه.
اون موقع خیلی دوست داشتم، یعنی دلم میخواست اون هم سادگی اون زمان و حتی چند وقت پیششم به یکی از دوستان میگفتم چقدر خوب بود، اصلا موبایل نبود چقدر خوب بوده براشون. الان خب خیلی مشکلامونو حل میکنه، خیلی کارا، خیلی اتفاق خوب داره باش میفته، ولی من اون سادگی قبل رو احساس میکنم من باهاش کانکشنم بهتر میبود، حداقل دلم میخواست ببینم. به زنگاه زندگی سیدا کجا بوده؟ جایی که باعث شده که تغییر کنه، سخت بوده براش؟ این آدم ها اصلا تو سختیه که رشد میکنن، یعنی اگه درد ها نباشه هیچ رشدی وجود نداره، خیلی بهش اعتقاد دارم. چیزی که باعث شد که من خیلی دیدم به زندگی تغییر کنه، یعنی بتونم راحت تر خیلی از مشکلاتو بپذیرم، زمانی بود که مادرم بیمار شدن و خیلی روزای سختی رو گذروندیم و اتفاقی که بعد از اون بر من افتاد این بود که خب من خیلی بیشتر قدر زندگی رو دونستم و اصلا خیلی از مشکلاتی که بر من واقعا هیچی بود، یعنی میگفتم خب اصلا این که مشکل نیست، اینه خب این که حل میشه، اصلا این اتفاقه، خب این که اصلا مهم نیست. و به نظرم الان دیگه واقعا مهمترین تو زندگیم همینه که سلامتی عزیزان باشه، سلامتی آدمایی که دوستشون دارم اطرافم هستن و اینکه همه چی در آرامش باشه، یعنی اون صلح رو خیلی دوست دارم. صلح یه جورای خودم با خودم در درونم به یه صلحی رسیدم که دلم میخواد اطرافم همین باشه. نمیشه مجبور کنم کسی رو که این باش که بذار برات این اتفاق بیفته، چون میدونی وقتی خودتون به یه نقطه ای میرسین که خیلی میبینین قشنگه، دلتون میخواد همه هم بیان همونجا، مثلا که منو دیدم بذار بیان که شما هم داشته باشینه، ولی خب یه ذره سخته، یعنی اون آدم ها باید به اون نقطه اون آگاهی برسن، به اون پذیرشو برسن که بخواد بشه. برای من اون نقطه واقعا اون زمان بود، تقریبا میشه گفت 4 سال پیش بوده، شاید هم بیشتر یک کوچولو، که واقعا بعد از اون دیگه خیلی چیزا برام اونقدر سخت نیست، یعنی اونقدر دیگه بزرگ نیست. شاید اگه من قبل از اون بود میومدم مثلا مهاجرت میکردم، شاید مثلا 3 ماه هم نمیتونستم، 3 ماه اول هم نمیتونستم بمونم و برمیگشتم، نمیتونستم تحمل کنم مثلا سختی و غربتش و چه میدونم خیلی داستانهایی که توی اوایل مهاجرت هست، ولی بعد از اون دیگه نه. یه زن چجوری میتونه هم قوی باشه و هم خصلت زنانش رو حفظ کنه؟ مثلا یه زن قوی چه شکلیه؟ من خودم قدرت رو توی چند مدل استقلال میبینم. استقلال فکری اولش باید وجود داشته باشه، بعدش استقلال مالی حتما خیلی مهمه، یعنی خیلی وقتا هم به دوستان مثلا میگم که توقعی استقلالی از طرف خانواده دارن، خیلی به نظر من اینه که این استقلال مالیه در شما اصلا وجود نداره، خب چه انتظار دارین که بخواین استقلال هر چیز دیگه رو داشته باشین. به نظر من کسی قدرتمنده که بتونه یک استقلال هایی رو تو زندگیش داشته باشه و چیزی برای من حداقل تا الان نبوده که بخوام و بهش نرسم و اینو قشنگ میتونم بلند بگم خدایی برای خودم داشتم، اصلا هم آدم عصبی نیستم، ولی خدایی برای خودم داشتم که هر چیزی که خواستم و واقعا بهش رسیدم، براش تلاش کردم، جنگیدم، ولی رسیدم، یعنی چیزی نبوده که بگم ای من دلم میخواست که این بشه و نشد. چرا چیزای خیلی کوچیک هست، ولی بعدش باز بیشتر خدا رو شکر میکنم. اون برای من نبوده، اون برای من اصلا خوب نبوده، مناسب نبوده و هم بهتر که نشده. چینه به ترک جدید داره میدی بیرون، درسته؟ یه تیکش برامون بخون و داستان ترک جدیدتو بگو. اول بخونم یا اول بگم؟ اول بگم. داستان ترک جدید اینه که در مورد انگار فکر یک آدمیه داره راجبه این صحبت میکنه که راجبه یه خونه صحبت میکنه که اون خونه قبلا خیلی خونه خوبی بوده، خیلی خونه قشنگی بوده، همه چیز گل و بلبلی بوده توی اون خونه و این واقعا برمیگرده به اینکه من دارم راجبه کشورم صحبت میکنم و بعد داره راجبه الان میگه که دیگه هیچ کدوم از اون چیزهای خوبی که میدیده توی اون خونه دیگه وجود نداره.
یه روز اینجا خونمون بود، پر نور و پر لبخند، تلخیاش کوتاه تر از خواب، خوشیاش شیرین تر از قند. یه روز اینجا خونمون بود، دم دست بود آرزوهاش، آتیشه شومینمون گرم، گذرا بود برف و سرماش. مصاحبه رو با این سوال تموم میکنم. نمیخوام با مخاطب حرف بزنی، تو 30 ثانیه تا 1 دقیقه با خودت حرف بزن، هر چی دوست داری به خودت بگو. اگه بخوام با خودم صادق باشم، خودم به خودم میگم که تو میدونم که خیلی سختی ها کشیدی، خیلی روزا رو گذروندی، روزای خوب گذروندی، روزای بد رو گذروندی، ولی من میخوام به خودم اینو یادآوری کنم که من هیچ وقت از صفر دوباره شروع نکردم. یعنی بعد از هر مهاجرت و بعد از هر کوچه دوباره زندگی من از صفر نبوده، زندگیمو با تجربه های جدیدم شروع کردم و این خیلی خیلی بیشتر به من کمک کرد که بتونم رشد کنم. یه سال جدید تو ذهن آمد، شهر آرزوهای سیدا چه شکلیه؟ شهر آرزوهای من یه شکلیه از من تا حالا سفر اروپایی نرفتم، ولی یه شکلیه شبیه به اون از نظر ظاهری، اینکه ساختمونای قدیمی، یه آب و هوای یه کوچولو نمناک ولی خورشیدم داشته باشه، و اینکه آدما با هم دیگه خیلی مهربونن، دروغ نمیگن، حداقل برای منفعت خودشون دروغ نمیگن. اگه میخوان حداقل چیزی برای تو مثلا اتفاق بد نیفته، اوکی، میگن مصلحتی فارسی، ولی صلح و صفا باشه، جنگ نباشه. واقعا نگاه میکنم نمیبینم چشم مرا، هوای تو پر کرده، گوش میکنم نمیشنوم